سلام ایرانیان، تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند و بخارا و در سرتاسر جهان. دوستان عزیز، امروز میخواییم از این مسیح پولی نژاد بگیم و بعد هم در مورد بعضی از خصلت های خوب مردم تاجیکستان عزیز. عجله نکنید، برنامه خوبی داریم. لطفاً مطالب ما رو در اینستاگرام و یوتیوب لایک و کامنت و اشتراک گذاری کنید. کانال تلگرامی خوشخبر، لینکش در پروفایل پیج ما قرار داره، اونو هم اشتراک گذاری کنید. کلا در این زمینه ها ما رو کمک کنید. دوستان عزیز، آخرین صحبت های مسیح پولی نژاد، نمیدونم چرا جدیدن در غرب همه به ادرار و ببخشید گلاب بروتون مدفوع خیلی علاقه من شده. چطور؟ عرض میکنم خدمت شما. ببین، اولا قبل اینکه صحبت های این پولی نژاد رو واسه شما بگم، خب تیتر روز خبرگزاری بی بی سی، لطفاً دیگر ادرار خود را ننوشید، اینو به انگلیسی ها گفته و این گویا اپیدمی شده در انگلیس که ادرارشو میذارن توی شیشه ای، بعد میل میکنن نوش جونشون بذاری. خب کیم کارداشیان هم خب میشناسید، ازش پرسیدن گفتن چه چیز در مورد مسئله شرماورت که ازشون بیزاری چیه، بعد گفته من از دستات چروکیده و بزرگم متنفرم، هرچند چون با همین دستا کودکانش را در آغوش گرفته با آنها مشکلی ندارد. کیم همچنین فاش کرده که شبها زمانی که تمام خانواده به خواب میروند لیزر درمانی میکند. کیم کارداشیان گفته هر کاری میکند که به جوانتر شدنش کمک کند انجام میدهد، حتی اگر این کار خوردن مدفوعش باشه. نمیدونم، گویا میگم این پولی نژاد هم تحت تاثیر این فرهنگ غربی و مدفوع ادرار قرار گرفته. حالا امروز صحبتایی کرده که میخوام بهش بپردازیم و البته با ادبیات خودش، البته نه در همون صد، فقط یه سری گوشه کنایه میزنیم دوستان عزیز. خب اینجا به روسری بانوان ایران پرداخته و ببین چی گفته این موجود پرگناه خداوند، این اسمت از دست رفته، این ادبیات این نسل بگم شاشیدم توی این روسایی، سگ شاشید توی این روسایی. چرا من الان با این ادبیات حرف زدم؟ برای اینکه حتی خشم منم خشم افراد ناشناسه. با ادبیات این نسل بگم شاشیدم توی این روسایی، سگ شاشید توی این روسایی. خب مسیح علی نجات میشناسی دوستان عزیز؟ چهار تا زایمان ناموفق، همه هم حرام، قبل ازدواج، قبل اینکه وارد خونه اون فروهره بشه و اون زن بدبخت و بیچاره کنه و صاحب زندگیش بشه، چهار تا زایمان و بیشتر هم با این اصلاح طلبان و تو بغل این و اون میلولید، چهار تا زایمان ناموفق داشته، معتاد به ماریجوانا و کوکائین، رفتارهای هیستریکش رو میبینیم. خانم پولی نژاد گفتی میخواییم با ادبیات این نسل صحبت کنیم. خب با ادبیات این نسل، چنین زنی با همچین وجنادی یه کلمه بهش میگن که من نمیتونم اینو بگم، پرسی برنامه هم اجازه نمیده، فقط یه اشاره میکنم که اولش با ج شروع میشه، چهار حرف هم بیشتر نیست. با ادبیات این نسل که میخواید صحبت کنید، شما هم همون شامل اون کلمه میشید که اولش ج میشه. با چه روی میایید به قلبر؟ حالا جالب بود مرداد فرهداد مجری سعود اینترنشنال هیچ تذکری هم نداد بهش که آقا خانم این چه طرز صحبت کردنه؟ بالاخره هر شبکه یه پرنسیبی داره، یه سری اخلاقیات داره که اینا رو باید رعایت بکنه. و مرداد فرهداد هم خب میشناسید دوستان، تو کلاب هاوس چندی پیش گفت من هر جا پول بدن میرم، حتی اگر کیهان شریعت مده. اینا اصول پرنسیب، اینا مزدورن، اینا مزدور نوچه و توفاله های خلقن دیگه، خلق ایران، ملت ایران توفاله هاشون شدن اینا. ادبیات کوچه بازاری ما، خانم پولی نژاد، خیلی چیزا به تو میگن، با از مواد گرفته تا بدنت، به تک تک اعضاد یه چیز میگن،
حالا شما باید بیای اینا رو بگی، بعد چرا به روسری بانوان ما شما توهین میکنید؟ شما مگر دم از آزادی و دموکراسی نمیزنید؟ ما جمهوری اسلامی دیکتاتوریه، ما خواهان آزادی و دموکراسی هستیم. چرا به خیلی بیش از شاید 60-70% شاید هم بیشتر بانوان در ایران روسری که میپوشن اعتقادیه، مذهبی، سنتیه؟ تو مناطق ما، تو استانهای جنوبی، شمالی، این بخشی از فرهنگ و سنت جامعه است، پوشیدن روسری اصلا. و این حجاب از دوره هخامنشیان برمیگرده، اصلا این سنت و تاریخچه ایرانیان، زنان ایرانی بوده. حالا تو توفیلی که حتی نتونستی خانوادت رو با خودت همراه بکنی، من عکس خواهرش، مادرش رو دیدمه که همه با حجاب، روسری، چادرشون و اعتقاداتشون اتفاقا 100% مخالف این خانم. چرا توهین میکنی؟ که البته خوبه نقاب از چهرتون بیفته، که شما چه موجودات پست حقیری هستید که البته مصرفم بالا رفته دیگه، به هذیانگویی افتادنه، یعنی به فحاشی رکیک رسیدنه. دوستان عزیز، خوبه اینو به فال نیک میگیریم. گفتیم که این صحبت‌های جدید پولی نجات، این توفاله خلق، که خلق به قول معروف پسمونده های خلق و ملت ایران هن، اینا دیگه توف شدن، رفتن پرد شدن گوشه کناری، از هر جهنم دره سر در آوردن اینا دیگه. بشناسید دوستان عزیز، ایرانیان عزیز، بشناسید. یه چیز خوب دیگه دیدم، جریان بلوط خود دیروز واسه تون گفتم، گفته ما بدون موشک زنده میمانیم اما بدون بلوط هرگز. الان نمیدونم این دوگانه بلوط و موشک چه ربطی به هم دارن. بعد دیدم یه شخصی به اسم علی رحیمی یه عکس گذاشته از زمان جنگ زدگی، نوشته وضعیت آوارگی ما ایلامیا در زمان جنگ، چون ایلام هم کوهاش بلوط دارن دیگه، در زمان جنگ پای درختان بلوط، وقتی درخت بلوط داشتیم اما موشک نداشتیم. اینم جواب هموطن ما به این یاوه‌گویی ها یا این حرفای دوگان سازی پوچ و بیخودی که آبشخور فکریش از همین اصلاح طلبان. دوستان عزیز، خبرهای خوش در اطراف ایران زیاده. ایران و روسیه تصمیم گرفتن دلار رو در روابطشون کنار بگذارن و با دلار دیگه معامله نکنن. وضعیت اروپا در سرتاسر اروپا الان و آمریکا اعتصابات کشورها رو فرا گرفته، هلند در آستانه فروپاشی، اعتصاب سراسری کشاورزان در هلند و خالی ماندن قفسه‌های فروشگاه. خدایی ایران در اوج تحریم‌ها که الان هم هستیم، قفسه ما توی گوشه دورافتاده از ایران هستم، تمام فروشگاه‌ها و مغازه و همه پر ماشاءالله. خب بعد این اخبار هم خب تو شبکه ماهواره فارسی زبان بازنشر نمیشه دوستان عزیز. خب اینا بعد میگه بحران جدی در خطوط هوایی کشورهای اروپایی و آمریکایی و هرج و مرج در فرودگاه جان، اعتصاب کارکنان خطوط هوایی در اعتراض به وضعیت سخت اقتصادی. صدها پرواز را در کشورهای مختلف لغو کرد و منجر به انباشته شدن تعداد زیادی چمدان و ازدحام و سرگردانی مسافران در فرودگاه مختلف جهان شد. تظاهرات گسترده در قاره سبز، اعتراض به دولت‌ها و تحمیل هایی که علیه مردم صورت میگیرد، این بار در تیرانا مرکز آلبانی، خانه سالمندان آلبانی، خب میدونید کجاست که، عجوزه هزار شوهر، به دلیل افزایش قیمت سوخت مواد غذایی و علیه فساد دولت رخ داد. در طول هفته های اخیر تظاهرات کشاورزان، دامداران و کامیونداران و مشاغل مختلف در هلند، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، لهستان و دیگر کشورها با حضور گسترده مردم چهره این قاره را به حالت امنیتی تبدیل کرده است. ما اینو در ابتدای برید اون پیجم که در ابتدای جنگ اوکراین همه این چیزها رو پیش بینی کردیم که وضعیت اروپا به همچین شرایطی میرسه. دوستان عزیز، این صحبت ها رو ما قبلا گفتیم که اروپا بزرگترین بازنده جنگ اوکراینه. خب امروز میخوام در مورد تاجیکستان عزیز 12 حقیقت، یعنی خصلت مردم تاجیک عزیز، کشوری زیبا در آسیای مرکزی که با کشورهای افغانستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان همسایه است. این کشور به داشتن کوههای ناهموار شناخته می شود و مقصدی مناسب برای کوهنوردی یا طبیعتگردی در رشته‌کوه پامیر هم قرار دارد. منبع آب آسیای میانه است. بیشتر از 70% آب آسیای میانه در تاجیکستان عزیز ما قرار دارد. سطح‌های زیادی
زده شده. سنت‌های تاجیکستان بخش عمده از زندگی روزمره را شامل می‌شود. از لباس گرفته تا سرگرمی و مراسم و جشن‌ها و رقص‌ها در این کشور به خوبی یافت می‌شود. حالا ما می‌خوایم تیتوار برخی از این سنت‌های مردم عزیز رو بگیم. اینکه علاقه زیاد به خانواده است. یکی از آداب و رسوم معروف تاجیکستان این است که آنها به هیچ عنوان از خانواده و خیشان خود جدا نمی‌شوند. حتی پس از ازدواج، آنان پس از ازدواج به مانند دوران مجردیشان در کنار خانواده‌شان زندگی می‌کنند، اما در اتاق‌های جداگانه و متعلق به خودشان زندگی می‌کنند. ما در بین ما هم همین طور بود. لورها کلا مناطق مختلف ایران عشایری که زمانی که ازدواج می‌کردیم مثلا 4 تا 3 تا اتاق داشت، یک اتاقش مثلا یکی ازدواج می‌کردی که پسر خانواده میرفتن تو اون اتاق و زندگی میکردن و به تدریج پسران دیگه بعد اون میرفت پسر بعدی که ازدواج میکرد جاشو میگرفت و به همین ترتیب. الان خود دیگه تا خونه جداگانه نگیری عروس وارد خونه نمیشه دیگه، فرق کرده. خلق خوی مردم تاجیکستان کشوری محافظه‌کار است و با آن که تاجیک ها میتوانن برخوردی بسیار دوستانه داشته باشن، کشور سنتی محافظه‌کار و بسیار مردم با اخلاقی دارن. کشور فارسی زبان است و بسیار مردم خونگرمی هستند، مردم عزیز تاجیکستان. یکی هم اینه که عروسی در تاجیکستان 7 شب و 7 روزه، یعنی خدا قسمت کنه از طرف یک تاجیک عزیز دعوت بشی به عروسی، واسه خودت 7 شب و 7 روز خورد و خوراک و بزن و بکوب و بزن و برقصت به راهه. آره، مردمی که در فلات تاجیکستان ساکن هستند داره جشنها ازدواجهای منحصر به فردی هستند که 7 روز به طول می انجام. البته ما لورا و بقیه مناطق عشایری هم همینطور. من دقیقا یادم بچه بودیم عروسی حالا 7 شب، البته فاتحخونی 7 شب بود ولی عروسی 3 شب بود، بعد هی کم شد، مثلا فاتحخونی از 7 شب شد 3 شب، عروسی هم شد 2 روز و حالا که شده فقط چند ساعت هر دوتاشون. خب بعد میگه در اولین روز مراسم عروس داماد ازدواج خود را اعلام میکنن و مدت 3 روز ضیافت‌های جداگانه با خانواده های خود برگزار میکنن. در طول 5 روز اول این مراسم عروس همچنان در منزل پدری خود میماند و در روز ششم به همراه اعضای خانواده خود به خانواده داماد رفته و شب را در آنجا میگذارند که همین موضوع پایان مراسم را اعلام میکند. خب 4 میگه طولانی‌ترین ماه عسل. نکته دیگه که در مورد ازدواج تاجیک‌ها جالب توجه است مدت زمان ماه عسل آنهاست که 40 روز است و تمام این 40 روز در خانواده والدین داماد گذرانده می‌شود تا عروس و داماد در ابتدای زندگی مشترک خود تحت حمایت آنان قرار بگیرند. 5 میگه جشن نوروز در تاجیکستانه. نوروز عید باستانی ایرانیان و فارسی زبانان است. به هنگام اعتدال بهاری در تاجیکستان جشن گرفته می‌شود. اگر در این ایام در تاجیکستان باشید شاهد خواهید بود که تمام مردم این فستیوال برای این فستیوال آماده شده و غذاهای منحصر به فرد این فصل آماده می‌کنند به گونه‌ای که روی میزها جا برای سوزن انداختن پیدا نمی‌شود. بعد میگه ششمی میگه تعطیلات گل لاله در تاجیکستان. در تاجیکستان تعطیلاتی به افتخار گل لاله برگزار می‌شود که در آن می‌توانید شاهد دسته سرایندگان و گروه‌های رقص باشید. شقایق و لاله‌های بومی تاجیکستان بوده و منشأ لاله‌های هلندی نیز به تاجیکستان نسبت می‌دهد. 7 مراسم گلگردانی. یکی از آداب و رسوم معروف تاجیکستان مراسم گلگردانی است. این رسم قبل از آغاز فصل بهار و در اواخر فصل زمستان انجام می‌شود. در زمان‌های پیشین این مراسم توسط سالخوردگان و بزرگترها انجام می‌شد، اما اکنون توسط جوانان و کودکان صورت می‌پذیرد. این مراسم به گونه‌ای است که در اواخر فصل یعنی زمستان کودکان و نوجوانان به دشت و صحرا رفته گل‌های تازه رویده را می‌چینند و آنها را به روستا یا شهر خود می‌آورند و سپس با دادن گل‌ها به مردم و گرفتن انعام از آنها مژده رسیدن بهار و پایان سوز سرما را به آنها می‌دهند. این مراسم در کشور عزیزمان ایران و شهر مازندران نیز وجود دارد. خب آره، بعد میگه گل آوردم از اون پایان خبرت می‌دهم دهخان، بده غله به گلگردان، بهار نو مبارک باد، گل زردک سنا میده، سنای مصطفی میده، به هر پلو خدا میگه بهار نو مبارک. یه همچی شعری هم میگن. یکی هم
جفت براران از دیگر آداب و رسوم معروف تاجیکستان مراسم جفت براران است که این مراسم و جشن نیز قبل از نوروز به امید پربرکت شدن محصولات کشاورزی انجام می شود. در این روز کشاورزان به وسیله نان فطیر، پلو و یا دیگر غذاها از کهنسالان خود پذیرایی می کنند و سپس این اشعار را می خوانند: مزید نعمت زیاد دولت، برار کار، صحت و سلامتی خرد و کلان، رسد به بابای دهقان، خوش آمدید مهمانان. یکی هم میگه سلسله مراتب غذایی، غذای سنتی تاجیکی با خوردنی های شیرینی مانند حلوا و چای آغاز می شود، بعد از این غذاهای شیرین نوبت به سوپ و گوشت می رسد و در نهایت نوبت به سرو شدن پیلاف، پلوی مزه‌دار شده که می تواند با انواع گوشت، سبزیجات یا میوه‌های خوش شده سرو شود می رسد. غذای ملی تاجیکی کابلی پلو از که ماده اصلی آن برنج است و روی آن را با تکه های شلغم زرد، هویج، گوش و روغن زیتون می پوشانند. احترام به غذا و مخصوصا نان. تو ایرانی هم خواستن کلی ما مسئله و چیز داریم در مورد نان. در تاجیکستان خوردن هر غذایی در نوع خود یک جشن به حساب می آید، هرچند نان در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است و مقدس به شمار می رود. به همین دلیل هیچ وقت اجازه ندهید تاجیکا مچ شما را در حال پرت کردن یا انداختن نان بر روی زمین بگیرند. نکته جالب این است که آنها نان را در حالت خاصی قرار داده و آن را با دست گرفته و با دقت تکه می کنند و در این حال به هیچ وجه از چاقو استفاده نمی کنند. خب یکی هم شال کمر برو دروی برو دروی دوزی شده، شال کمر برو دروی دوزی شده، حالا اگر درست خونده باشم، کلاه زیبای مردان تاجیک شبیه بشکه کوچک است که با پوست بره سیاه درست می شود. لبه پایین این کلاه را لوله می کنند تا خز زیر آن نمایان شود که در این تزئینی بودن کاربردی نیز هست. یکی هم میگه دوچرخ سواری فقط برای مردانی، هم دوازمین خصلت یا به قول معروف مثال فرنگی تاجیکستان عزیزم میگه دوچرخ سواری اولین وسیله نقلیه اختراع شده به دست بشر است که با قدرت پای خواب. میگه زن و مرد و پیر و جوان میتوانن از آن در استفاده لذت ببرن، هرچند در تاجیکستان دوچرخ سواری فقط برای مردان است و دلیل هم تابو بودن یک زن دوچرخ سوار در روستا است، یعنی تابوه دیگه. خب البته با این عصر جدید و رسانه ممکن این تابو هم بشکنه یا شکسته، نمیدونم. دوستان تاجیکی که تو بیشترم تو یوتیوب من حضور دارم میتونن پیام بدن که آیا هنوز هم اینطوری هست یا نه. قربونتون برم دوستان عزیز، ایران عزیز ما به پیش میره، به کوری چشم دشمنان چشتنگ، به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن، برن گم شن، دور شن، هلاک شن. ایران مثل بلدوزر موانع و سر را بر میداره. گوش بین پشای صحنه مثل این پولی نژاد و بقیه ندید، اینا فقط بلدن ویز ویز بکنن یا در توییتر جیگ جیگ بکنن. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.